لطفاً به قندیل ها دست نزنین. یعنی چی؟ یعنی قندیل ها از همینجا شروع شده، ولی من قندیل نمیبینم. اینا قندیله؟ بله، اینها قندیل های گل کلمی یا لونه زنبوری هستن. بله بله، ملاحظه فرمایید اینا استلاکتیت ها هستن، استلاکمیتی هم ندارن و از اینجا ملاحظه فرمایید توی یه سطح صاف هستن. همین یه اندازه، بله. یه اندازه هستن. بازم همون سقف غار هستش که شما درست یکی از اسکازم ویژگی های منحصر فرد اینجا، یکیش همین تنوع در تشکیل قندیل ها هستش. اینها قندیل های گل کلمی یا لونه زنبوری هستن، شبیه کندوی زنبور هم هستن. اینا استلاکتیت هستن و بیانگر این هستن که زمانی آب تا این سطح بودش. اگه غارهای آبی هم ملاحظه کرده باشین، استلاکمیت ها روش نمی کنن، چون کلسیت بیفته داخل آب حل میشه. اینا استلاکتیت هستن به خاطر بخارات آب و حرکت آب ایجاد شدن. بعد آب که فروکش کرده رفته قسمت های پایین، اینها دیگه رشدشون متوقف شده. زمانی که اینا رشد داشتن هر 300 سال یک سانتی متر رشد میکردن، زمانی که رشد داشتن. حالا شما ملاحظه فرمایید با یه تلنگر یک سانت بشکنه، از عمری که دیگه تشکیل نمیشه، یعنی 300 ساله به هدر رفته. بله 300 سال عمریه واسه یه بحث دیگه هم که الان ما در این فضا داریم، رطوبت حدود چند درصد؟ 90 درصد. 90 درصد رطوبت داریم که باعث میشه حتی لنزهای دوربین ما هم بخار کنه و یه کمی کیفیت تصویرمون رو دچار تزلزل کنه یه جورایی. قندیل های گل کلمی اولین قندیل های ورودی غار کتل خور هستند که ما اینجا به یک شکل بسیار زیبا داریم میبینیم. من اولم گفتم قندیل نمیبینم، دلیلش این بود که تو تصور من این بود که قندیل ها یک شکل در واقع ستون مانند رو دارن که از حالا سقف غار به زمین شکل دارن. هرچند من توی غارهای قبلی هم انواع در واقع قندیل ها رو دیدم، مثل غار جفریز کرمان، غار چال نخجیر در استان مرکزی، غار علی صدر و خدمت شما عرض کنم یک غار بسیار زیبا هم در فین هرمزگان هست که هنوز ناشناخته است. این غارها همه قندیل دارن و زیبایی های خاص خودشون. آقا بریم به بعد جلوتر، همون قندیل هایی که شما اشاره فرمودید همه شو میبینیم، چون اینجا متنوع ترین قندیل ها رو ما داریم، همون ستون ها، استلاکتیت ها، استلاکمیت ها و حتی قندیل های خوشه ای هم داریم، قندیل های نیسانی هم داریم، قندیل های پرده ای هم داریم که طی مسیر ملاحظه می کنیم. خیلی عالیه. این قندیل های خوشه ای فقط توی غارهایی هستن که باد در اونها جریان داره، باد شدیدی جریان داره و قطعات آب رو فقط به هر حال توی فضا جابجا میکنه، در همون حال تبخیر میشن و اون قندیل های خوشه ای شکل میگیرن. خیلی منحصر به فرد هستن و کمتر غاری از این قندیل های خوشه‌ای داره. حتی ما تو طبقات پایین مرواریدهای غار هم داریم، ولی اونها قابل دسترس نیستن، یعنی درست. مشکل رفتنشون مرواریدهای غار، بله، تو اعماق، تو حوضچه های آب اعماق هستن که مرواریدهای غار که از اسمش پیداست دیگه، هم بکر هستن و هم خیلی زیبا و عالی. بسیار عالی. آقا بریم. یعنی ورودی راه رفت خیلی آقا قشنگه، اما این یه پرده هستش که مسیر غار رو تشکیل داره. بعد سفید رنگ و سوزنی شکل هستن، اسم این قندیل ها چیه؟ این ها قندیل های قلمی و سوزنی و همون بعد سوزنی و نیسانی هستن. چه نیسان رو دار؟ نی حالت نی هستن. یکی از نی بله نیسان بله نه 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 مثل نی هستن این قندیل ها. یکی از باز نادرترین قندیل ها هستن
تو هر شرایطی تو هر گاهی هم تشکیل نمیشن. ابتدا و انتها قطرش یکی، شما یه قندیل سوزن داخل رو... سوراخه که بله 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 الان این قندیل ملاحظه فرمایید انتها قطورتر هستش، نوک قندیل تیزتر، ولی اونها ابتدا و انتهای قندیل همون یه قطر داره و مثل نی تو خالی تشکیل میشه. اینجا میدون ستون‌ها هستش و در واقع میشه گفت ستون‌های قطوری هم داریم میبینیم. این ستون‌ها به چه شکلی ایجاد میشن؟ بعد اینکه بعضی جاها هستن بعضی جاها نیستن، باید شرایط خاصی باشه اینا رشد کنن؟ بله، اینا رشد میکنن یا همون استلاکتیت ها و استلاکمیت ها هستن که رشد میکنن به هم میرسن مثل ستون میشن. الان اینجا ملاحظه فرمایید شما دقیقاً استلاکتیت ها رو ملاحظه می‌فرمایید بالا و زیر همون به موازاتش زیرش استلاکمیت تشکیل شده. از پایین این در نمیاد، املاح از بالا این خدمت شما. ببینید این یه دونه ستون از اینجا داره میره بالا، استلاکمیت یکی هم بالا میاد پایین. دقیقاً این همین شکلی هستش. بله بله، اینها از پایین در نمیان، رشد میکنن ولی دیگه مثل اون گیاه یا درخت از پایین در ریشه ندارن. اینها استلاکتیت ها، چرا بالایی ها، آب که از بالا نفوذ میکنه، آب حاوی مونوکسید کربن هستش، سنگای آهکی حل میشن، کربنات های کلسیم تشکیل میشن. این کربنات های کلسیم فضاهای باز که میرسن فشار از روشون برداشته میشه، گاز دی اکسید کربن از دست میدن، میشن کلسیت آهک. املاح با خودشون میارن، ممکنه آهن، منگنز، رس، اینا رو هم تو خودشون، آلومینیوم تو خودشون داشته باشن. این املاح میارن. املاح سنگی ملاحظه فرمایید استلاکتیت ها ضعیف‌ترن، نازک‌تر هستن بالایی ها. من همینه میخواستم بگم، بالای خیلی ضعیف‌تر ولی پایینی ها قطورتر. علت این هستش که املاح که سر میخورن میان پایین، اون سنگین ها، درشت ها میان پایین، نازک ها میمونن بالا. بعد اینا به هم میرسن، مثل اون دقیقاً اون نور سبز که اونجا هستش، اون قسمت اون رسیده وسط حدوداً یه 20 سانت نازک هستش. بعد که اینا به هم رسیدن، چون نیاز به رشد قطری هم دارن، از آب که نفوذ میکنه دیگه پایین نمیفته، رو دیواره ستون سر میخوره، مثل این ستون ستون‌ها رو تشکیل میده. ما بریم برگردیم یه ستون میاد بالا دیگه اینجا. بعد این انشالله یه 80 میلیون چون قدمت چیز 8 میلیون قدمت این ستون 8 میلیون وسطی 8 میلیون سال. ما بریم برگردیم یه ستون دیگه تشکیل شد. 8 میلیون سال توجه داشته باشین، 8 میلیون سال طول کشیده تا چه جوری متوجهین 8 میلیون سال؟ خب مثلا چرا گفتن 9 میلیون، چرا نگفتن مثلا 7 میلیون؟ اینا رو تو ببینید، بحث زمین شناسی زیاد تو این مسائل دقیق نمیشه گفت، مثلا شیمی نیستش که حدودی با آزمایش کربن اینا مشخص میشن و اینها بشکنن. شما تنه درخت رو ملاحظه فرمودید، ردیف ها و دایره هستش که سنشو نشون میده. اینها هم تقریبا به اون صورت هستن. بله خیلی وقتی وارد غار میشین خیلی مراقب باشین که سر و صدای زیادی باعث شکستن قندیل ها میشه، یک. بعد دست زدن و خدمت شما عرض بکنم که ضربه زدن خدای نکرده این قندیل ها رو میشکنه و شکستن این قندیل یعنی یک عمر بسیار طولانی در واقع از بین رفتن. یعنی یه قندیل 8 میلیون سال طول میکشه یه ستون رو تشکیل میده، حالا هر 300 سال یک سانتی متر، شما بیایید با یک اشاره مثلا 2 سانتی متر بشکنید، یعنی 600 سال ضرر به یک غاری که به هر حال به این زیبایی شکل گرفته. مواظب غارهایی که برای تماشا میرین باشین، مواظب قندیل‌هاش باشین و این طبیعت بکر خدادادی رو به هر حال ما زنده نگه داریم و در واقع از تماشا کردنش لذت ببریم. ما همچنان در غار کتل خور هستیم در استان زنجان
و زیبایی های غار کتلخو رو داریم بهتون معرفی میکنیم. این فضایی که الان در اون قرار داریم بهش میگن قصر بلورین که فضای بسیار زیبا، سقف و زمین و بدنه غار پر از قندیل های زیبا و دیدنی هستش. پل های هم طبیعی دیدن که به هر حال به خاطر اینکه به قندیل های زیر پا آسیب درسه از روی این پل ها باید عبور کرد. توضیحات بیشتر شما رو باز میشنویم در مورد این فضا. خواهش میکنم. این قسمت همون که فرمودید قصر بلورین هستش، چون یه فضای تالار بزرگی هستش. اینجا ما همه اون قندیل هایی که طی مسیر تو بخش های مختلف داشتیم، گل کلمی، همون سوزنیا، قندیل های کله قندی، حتی ستون ها رو توی این قسمت ما داریم. اینها یه زمانی فضا خالی شده، بعد اینکه خالی شد قندیل های دوباره آب اومده، قندیل های گل کلمی رو تشکیل داده. بعد اینکه گل کلمی ها تشکیل شدن دوباره نفوذ آب ها، چون این قسمت مشخصه که نفوذ پذیر بوده، نفوذ آب ها باعث شدن که قندیل های قلمی و سوزنی و اینا روی قندیل های گل کلمی هم روش بکنن که یه زیبایی خاصی رو دادن به غار. همچنان دمای هوا 15 درجه همون هست. 15 درجه هستش. این قسمت رو تغییر نکرده. هوای بیرون سرد، هوای داخل گرم. مطبوع هستش دیگه. آره. حالا نسبت به بیرون گرم. آره. نه گرم نه بله. سرد، هوا خوبه. بله بله. خیلی عالیه. بیرون سرده. بعد از این مسیر بریم؟ بله بله. مسیر رو ادامه بدیم. اینجا آخرین ایستگاه ما در غار کتلخور هست و برای بازدید کنندگانی که به این غار میان، قصر بلورین آخرین ایستگاهه و واقعا زمان میخواد. ما حداقل فکر میکنم دو ساعت و نیم هست که این مسیر رو اومدیم. خب تو مسیر تصویر برداری و گزارش هم تهیه میکردیم، هنوز اینسرت هامون هم تازه نگرفتیم. یعنی شما وقتی میخواییم به غار کتلخور بیاین نصف روز رو روش حساب کنید که باید داخل غار بمونید و از این فضاها لذت ببرین. تالار بسیار زیبای قصر بلورین، درسته؟ آقا برامون توضیح میدین که این فضایی که الان ایجاد شده باز ادامه خواهد داشت برای بازدید کنندگان، یا اینکه همینجا دیگه کفایت خواهد کرد؟ خب ببینید، این قسمت پایان حوزه بازدیدمون، یعنی پایان قسمتی هستش که آماده شده. الان ملاحظه فرمودید هر چقدر از ورودی غار فاصلمون بیشتر میشه، به قسمت‌های انتهایی نزدیک میشیم، به زیبایی‌های غار افزوده میشه که بعد از این زیباتر هم میشه. همون این مسیر 30 کیلومتر شناسایی شده که عرض کردم خدمتتون، بعد از این هستن پر از قندیل هستن که محله غارچاه هستش، غارچاه هوایی هستش، آبشار سنگی هستش، دالان بهشت هستش، خیلی خیلی زیبا هستش اون قسمت ها که اینا بعدی این هستن. حالا انشالله تو برنامه هستش تا اونجایی که بتونیم مسیر رو آماده بکنیم، تا اون مقدار هم که امکان نداشت یا موجب صدمه به غار میشه اونا رو هم به صورت سه‌بعدی فیلم برداری بکنیم. حالا یه برنامه هم داریم که از این قسمت که ابتدای پل که ملاحظه فرمودید از اونجا یه مسیر برگشت بزنیم که نصف مسیر اومد و راحت تر بکنیم و یه تنوع دیگه هم باشه که اونجا هم جالب هستن. خیلی هم عالی و خوبه. اینجا قندیل هایی که در این قسمتمون هست به چه شکلیه؟ اینا هم همون قندیل های گل کلمی هستن، ملاحظه فرمایید روی دیوار کاملا مشخص هستش و باز قندیل هایی که شبیه ماکارانی هستن این قسمت ها ملاحظه فرمایید و قندیل های قلمی و سوزنی اینا هستن که بعد از تشکیل گل کلمی ها به خاطر نفوذ آب‌های حاوی همون مونوکسید کربن و تشکیل کربنات کلسیوم این قندیل‌ها رشد کردن و همون آب‌ها آب‌های خالص‌تر شده و اینجا ملاحظه فرمایید می‌ریزن پایین و این بستر محکم هستش، آب نفوذ نمیده و به شکل حوضچه تشکیل شده که آینه قصر هم اسمش رو گذاشتیم. یه بحث آموزشی هم داشته باشه، من شنیدم که میگن عکس گرفتن و فلش زدن صدمه می‌زنه به قندیل‌ها. چه صدمه می‌زنه اون فلش؟ ببینید کلاً نور، حالا نورهای گرم خصوصا باعث تشکیل جلبک میشن. اگر چون رطوبت اینجا بالا هستش، اگر هم نور هم یا نور فلش به اون
چیز شدتی که برخورد میکنه یا همون نورهایی که ما استفاده کردیم مواظب نباشیم و دقت نکنیم تو استفاده از این نورها باعث تشکیل جلبک میشه که جلبک ها خیلی همون خزه ها و جلبک ها مضر هستن برای تشکیل قندیل ها. خیلی ممنون، تشکر از حضور شما برای پاسخ دادن به سوالاتی که ما در مورد این غار داشتیم و ممنون از محبتی که داشتین. این نکته خیلی مهمیه، اگه دیدین توی موزه وارد میشین و در اون موزه به شما میگن عکس نگیرین یا که مثلا به هر حال فلش نزنین، دقیقا به خاطر اینه که به اون اثر صدمه وارد میشه و برای همین باید مواظب در واقع اون لحظه باشیم که وقتی وارد یک مکان تاریخی طبیعی میشیم صدمه نزنیم و فقط لذت ببریم از زیبایی هایی که هستش. یک فضای دیگه در غار کتل خور هستش، حالا این غار حدود 5 طبقه هست که یه طبقهش قابل بازدیده. طبقات پایین اسکلت هم از حیوانات در واقع گربسان و سگسان ها، درست گفتم؟ بله بله، بیشتر سگسان ها هستن، بیشتر سگسان ها هستن، اسکلتشون هست. سعی میکنیم به یکی از اون طبقات بریم و از این اسکلت ها هم براتون تصویر بگیریم و گزارش بگیریم. ولی خب اینجا و در این مکان شما همسفر ما بودین در غار زیبای کتل خور در استان زیبای زنجان، همراه و همسفر ما باشید. ما الان میخوایم به طبقه پایین بریم، طبقه زیر این که در واقع اسکلت بعضی از حیوانات همون داخل هست. این فضایی که الان داریم میبینیم خیلی قشنگه، تو مسیر هم زیاد بود. به دو دلیل ما نمیتونیم اینجا زیاد توقف کنیم، یکی اینکه باتریامون واقعا دیگه داره تموم میشه، خیلی از مسافت توی غار اومدیم جلو، و یکی هم اینکه راه زیادی داریم بله. تا برسیم بله. درسته؟ بله. چقدر راه باید داریم؟ عمودم بودن یه 200 متر اینا، بعد عمودم داریم بعد داریم یعنی بله پایین بریم. آقا بریم خم بشیم، اینا میخوره به کمرمون. یکم اینجا رو یه تیکه رد بکنیم. آقا بریم. رد نمیشه. نمیشم. نه برو پایین. بیا پایین. الان باید از این عمودی بریم پایین. شرایط غارم که اینطوری ببینید، شلوار من دقیقاً گلی شد. لباس نو نیاین توی غار. غاری که ناشناخته است، اینجا هنوز البته باز نشد جونم. البته اینجا برای باز عموم آزاد نیستش. بله دیگه فقط خبرنگارا و فیلمسازا. برای اسکلت و اینا بله. اون یه اسکلت اون پایینه. بله الان آقای شاکری تصویربردار دوربین دومون داره میره پایین. ما بالاییم. اگه ایشون بره پایین ما میریم. اگه نرن پشیمون بشن به هر دلیلی، آقای زنگنم دنبالشونه، ما نمیریم. اینو داشته باشین. بقیه آیتم باید از اون پایین بگیریم، چون واقعا رفتنش بگیر آقای بگیر از اینجا دقیقا باید بریم پایین با این شرایط. من تصورم از اسکلت چیز خیلی عظیمی بود، ولی تا نگاه هم بین خورد تو ذوق هم خورد. هرچند هم قشنگه ها، خیلی زیباست. عرض میکنم خدمتتون. ببین اولین اسکلت اینجا هستش، تو طبقه دوم شناسایی شده. اسکلت های بعدی هستش تو لایه سوم، همون طبقه سوم. این اسکلت ها حالا احتمال داره یه مسیرهایی بوده به داخل غار که اینجا رو به عنوان پناهگاه استفاده میکردن. درسته. بعد اومدن اینجا و ممکنه اون قسمت مسدود شده باشه، اینا نتونستن برن بیرون و موندن اینجا. خیلی جالب. زیاد هم هستن، انگار در حال حرکت مرده. زیاد هم هستن، یعنی یه شکلی خوابیده. درسته. دیگه از یه جایی افتاده باشه لای سنگینو مشخص میشه، ولی اینا اکثرا این شکلی هستن. آقای زنگنه یه شکل از شما هستن. تشکر میکنیم، خیلی لطف کردین. خواهش میکنم آقای زنگنه، هم جزو تحصیلات قاهره هستن، خیلی راهنمایی کردن. خواهش میکنم. به هر حال قسمت شد که به استان زنجان و غار زیبای کتل خور هم یه سری بزنیم و از این فضا براتون تصویر بگیریم. اما اگه به این غار اومدین،
لباس نو نپوشین، چرا که شلوار و پیراهنتون قطعاً خاکی و گلی میشه و طبق تحقیقات به عمل آمده پاک نمیشه. همه شما بینندگان عزیز شبکه مستند سیما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم و امیدوارم که همیشه اول ایران گردی رو الگو قرار بدید و بعد جهان گردی. تا یه روز دیگه دیداری دوباره و معرفی اثر زیبا از ایران زمین، همه شما از آن رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خداوند مهربان یارو نگهدارتون.